أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم. امیدوارم حالتون خوب باشه و ساعات و لحظات خوبی رو سپری کنید. بحثی رو که خدمت شما عزیزان بزرگوار هستیم، پیرامون ادعیه‌ای که از طریق اهل بیت عصمت و طهارت وارد شده که هر روز این ادعیه رو ما قرائت میکنیم. این بحثمون عنوانش هستش سند ادعیه ماه مبارک رمضان. روایتی هست از وجود نازنین پیغمبر گرامی اسلام میفرماید ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. به درستی که در دوران زندگانی شما لحظاتی هستش که این لحظات راهی هست میتونیم استفاده کنیم و طریقه زندگی خودمون رو به واسطه ایام زندگی خودمون، بزرگترین نعمتی که خداوند به ما عنایت کرده، عوض بکنیم. ادعیه‌ای که از طریق اهل بیت عصمت و طهارت اومده و به ما رسیده که البته بار معرفتی اونها که به ما نشون میده که چگونه باید در این دنیا زندگی بکنیم، بحثی داره که انشالله در مباحثمون خدمت شما عزیزان عنوان میکنیم. اما بحثی است که سند این روایات به چه نحو است؟ آیا اهل بیت عصمت و طهارت این روایات رو فرمودند یا اینکه نه، چون سند این روایات ضعیف هستش ما باید این ادعیه رو ترک بکنیم. البته اون کسانی که با این ادعیه مأنوس و محشور هستند، البته اون دوستانی که با این ادعیه مأنوس و محشور هستند میدونن متن این احادیث و متن این ادعیه به نحوی هستش که از غیر معصوم امکان صادر شدنش نیست، اگرچه که سند این روایات ضعیف باشه. این روایات رو سید ابن طاووس در کتاب اقبال خودش نقل میکنه، کتابی که حضرت آیت الله بهجت میفرمودند که طلبه ای که کتابهای سید ابن طاووس را ندیده باشد مثل این است که هیچ ندیده است. همچنین کلام دیگه ای دارن حضرت آیت الله بهجت میفرماید هر کس کتاب اقبال الاعمال سید ابن طاووس را نداشته باشد اساتید ما او را رفیق خود نمی شمردند. هر مقدار از اقبال را که مطالعه کردنی است مطالعه و هر مقدار را که عمل کردنی است به میزان توان عمل بکنید. یکی از کتابهای ادعیه‌ای هستش که همونطوری که محضر حضور شما عزیزان بزرگوار هستش، این ادعیه دستورالعمل سیر و سلوکی هستش که انسان رو از پایین ترین مراتب وجود به بالاترین مراتب وجود میرسونه. پس خود سید ابن طاووس و عظمت کتاب اقبال سید ابن طاووس ما رو بدین رهنمون میکنه که بیایم و این ادعیه رو بخونیم. البته مباحثی که ما داریم میخوایم لایه های پنهانی که در این ادعیه پنهان هست بدونیم و معرفت خودمون رو بالا ببریم. روایاتی تحت عنوان روایات منبلغ هستش که علما و فقهای ما به این روایات عنایت ویژه‌ای دارن. روایت این هست، یک روایت خدمت شما میخونم. ان محمد ابن مروان قال سمعت ابا جعفر یقول من بلغه ثواب من الله فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب اوتیته و ان لم یکن الحدیث کما بلغه. اگر به شما از طریق اهل بیت عصمت و طهارت روایتی رسیده باشه مبنی بر اینکه فلان کار رو انجام بدید و ثوابی داره و شما این عمل رو انجام دادید و اگرچه که این حدیث از طریق اهل بیت عصمت و طهارت واقعا صادر نشده باشه، خداوند به خاطر امید و به خاطر رجایی که نسبت به خداوند متعال دارید اون ثواب رو به شما میرسونه. ادامه حدیث میفرماید و ان لم یکن الحدیث کما بلغه. روایت آمده، احتمال مطلوبیت در محتوا و در ما به ازای اون روایت هستش
ضرری نیست. عقل حکم میکنه که در اینجا که احتمال مطلوبیت رو میدید شما بیایید و این عمل رو انجام بدید. روایتی وارد شده در این روایت بسیار عظیم میفرماید که رضایت در اطاعت خداست، پس هیچ اطاعتی کوچک نیست. غضب خداوند متعال در معصیت هستش، پس هیچ معصیتی رو کسی نباید کوچک شما. و اجابت در دعا نهفته شده، پس هیچ دعایی کوچک نباید شمرده بشه. و ولی خدا در میان بندگان هست، پس هیچ بنده ای رو نباید ما کوچک بشمریم، چه بسا او ولی از اولیای خدا باشه و بی احترامی به ولی خدا بی احترامی به خداست. پس نتیجه ای که اینجا میگیریم، یه دسته از این ادعیه ای که هستش همین ادعیه ای هستش که در هر روز ماه مبارک رمضان وارد شده و ما اون دعاها رو میخونیم و از خدا درخواست میکنیم و به غیر از اینکه درخواست میکنیم سطح شعور و معرفت خودمون رو به واسطه این ادعیه بالا میبریم. نتیجتاً چون اجابت در دعاست هیچ دعایی کوچک نباید شمرده بشه. چون رضای خداوند متعال در اطاعت هستش هیچ اطاعتی رو کوچک نباید بشمونیم، چه بسا یه کار کوچکی سبب بشه ما ارتقا و تعالی پیدا بکنیم. در روایات ما عنوان شده حضرت موسی کلیم الله که به مقام تکلم با خدا و به مقام کلام کلیم اللهی رسید، اعمال کوچکی در روایات وارد شده که یک عمل کوچک که اخلاص به تمام معنا داشت از دل انجام میده و به اون مقام، به مقام کریم اللهی میرسه. در بعضی از روایات عنوان شده حضرت موسی به خاطر سجده‌ای که برای خداوند داشت بر روی زمین به این مقام رسیده. در بعضی از روایات عنوان شده به خاطر ترحمی که به یک گوسفند داشت خداوند او رو به مقام کلیم اللهی رسوند. به هر حال هیچ کار کوچکی رو ما نباید کوچک بدونیم و اصولا اصلا شیء کوچکی در این عالم نیست، چون همه اشیاء در این عالم مخلوق خداوند هستش و خداوند عظیم خلقش هم عظیم هستش، پس هیچ چیز کوچکی در اینجا نیست. همونطوری که براتون نقل کردم حضرت موسی علی نبینا و علیه و علیهم السلام به خاطر ترحم بر یک گوسفند به همچین مقامی رسید. در بعضی از ادعیه عنوان شده مثلا اگر مریضی سختی دارید شما برید و گندم برای کبوترها بریزید، اونها میخورن این گندم رو، دعا میکنن و دعای اونها در حق شما مستجاب میشه. عظمت دعا. در تاریخ ذکر شده سلطان محمود که از اول صیاد بود به واسطه ترحم بر یک بچه آهو به این مقام رسید که داستانش بدین نحوه استش که او بچه آهو رو صید میکنه، مادر آهو میاد و به دنبال بچهش و او میبینه اشتیاقی که این مادر به این بچه آهو داره و آهو رو آزاد میکنه و در نهایتا خواب میبینه و در اون خواب بهش نوید و بشارت داده میشه که تو به مقام پادشاهی میرسه. در بعضی از تاریخ که از این نمونه نقل ها بسیار هستش، ترحم به یک سگ و سیراب کردن به یک سگ باعث میشه انسان به چه مقامی برسه. و ماه مبارک رمضان یکی از حکمت های روزه این هستش که ما گرسنگی بچشیم و تشنگی بچشیم و یاد بکنیم از فقرایی که در اطراف ما هستن. همین چند وقت پیش، پارسال بود ظاهرم، در آفریقا در سومالی چه قحطی اومده بود و همین الان هم نگاه میکنیم افراد مستضعفی که در زیر تسلط افراد ظالم هستن واقعا محتاج هستن که ما بیایم فکر بکنیم. منی که از صبح تا شب یک روز گرسنگی میکشیم حالم به چنین وضعی میفته، پس من باید عنایت داشته باشم، من باید توجه خوبی داشته باشم نسبت به فقرایی که وجود دارن. خب این فقرا احتیاج دارن، اینا غذا ندارن، واقعا به چه نحوی دارن زندگی میکنن؟ مرحوم ملا احمد نراقی نقل میکنه در کتابی که دوباره یک عمل کوچک که گفتم به ظاهر کوچک است، در باطن تمام این اعمال بزرگ هستش و چه بسا علتهای معنوی باشن برای اموری که ما اونها رو محسوس میپنداریم. نقل میکنه ماجرای زن فاحشه ای رو که
به واسطه دودی که از آتش ابا عبدالله در چشم او میره و قطرات اشکی به واسطه دودی که بعد آتش تعزیه آقا ابا عبدالله هستش، او دوباره خوابی میبینه و در اون خواب متنبه میشه و بر میگرده و توبه میکنه و دست از فحشا بر میداره و در سلک اهل ایمان برداشته میشه. ایام ماه مبارک رمضان، البته مصیبت آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام انقدر بزرگ هستش که ما هر موقعی که بتونیم باید توجه کنیم به حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اهل بیت عصمت و طهارت و از اونها استمداد طلب کنیم. اما اینجا که ذکری از آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام به میان اومد، یادی بکنیم از کشته و شهید و مظلوم و غریب کربلا حضرت آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. دستوری که به ما رسیده این هستش که حیوانی رو میخواید شما بکشید، ذبحش بکنید، اون حیوان رو با لب تشنه ذبح نکنید. السلام علیک یا ابا عبدالله که با لب تشنه از این دنیا سر بریده شدید. در روایات هستش که شما اگر حیوانی رو بخواید ذبح بکنید، سر او رو یک دفعه از بدن جدا نکنید، چهار رگ رو جدا بکنید، بذارید خون از بدنش بره و بعد نخای او رو قطع کنید. السلام علیک یا ابا عبدالله. در روایات وارد شده اگر شما میتی دارید و شخصی از بین شما از دنیا رفت، تعجیل کنید در دفن او. السلام علیک یا ابا عبدالله که بدن تو سه روز در روی زمین و در روی ریگ‌های گرم کربلا افتاده بود. السلام علیک یا ابا عبدالله. در روایات عنوان شده صدمه نزنید به بدن مؤمن. یه مؤمن ارزش داره، احترام داره بدنش که نباید صدمه زد. اما السلام علیک یا ابا عبدالله که بعد از این که تو رو شهید کردند، اومدن تو رو لگدکوب اسبان کردند، داد زخمهای بالایی که بر پیکر عزت ابا عبدالله وارد شده بود، 1950 زخم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنایک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار بلا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته.